سلام دوستان با آموزش نگارش علمی با استفاده از نرم افزار مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم خب تو جلسات قبل با نحوه و ساختار نحوه نوشتن و ساختار مقالات پایان نامه کتاب آشنا شدیم و در واقع تونستیم یاد بگیریم که چطور توی ورد تمیز بنویسیم و ساختار رو رعایت بکنیم به خاطر اینکه بتونیم پایان نامه خوبی رو ارائه بدیم و مقاله خوبی رو بنویسیم در مورد خود نوع نوشتن خب نیاز داره که کلاس های مثلا رایتینگ به خصوصی رو برین هم تو زبان انگلیسی برای نوشتن هم تو زبان فارسی اما خب حالا کسانی که واسه یه کارشناسی هر شد دکترا اقدام میکنن خب تو مرور زمان با خوندن مقالات و راهنمای استادان اینکه چطوری خلاصه یک مقاله خلاصه یه مقالی ها نامه این چطور مقدمه و مورد ادبیات رو بنویسند آشنا میشین میشن و من خب یه مقدار سعی کردم تجربیات خودم رو تو این زمینه به شما هم انتقال بدم خب تو این جلسه ما میخواییم در مورد اینکه چطور از نرم افزار ورد استفاده کنیم و یک فرم رو ایجاد بکنیم صحبت بکنیم یکی از فرمایی که دانشجویان با اون تو این مقاطع توی مقطع کارشناسی ارشد و دکتر مواجه خواهند شد فرم پروپوزال هستش که قبل از تعریف پایان نامشون باید اونو تکمیل کنن و حتی خیلی جا باید ازش دفاع کنن و امضای استاد راهنما و مشاور و رئیس گروهشون رو بگیرن فرم پروپوزال فرمی هستش که تون علاوه بر این که در مورد عنوان که انتخاب کردین برای پایان نامه تعریف میکنین در مورد اون تحقیقتون هم اطلاعاتی رو اطلاعات کلی رو ارائه میدین و در واقع یک پیش تحقیقی رو آماده میکنین و به دانشگاه یا ارگانی که میخواین اون پایان نامه رو انجام بدین میگین که میخواین چه کاری رو انجام بدین چرا مهم هستش و به چی میخواین برسین و به چه امکاناتی نیاز دارین و تایید اون رو از افراد میگیرین و زمانی که پیش بینی میکنین که این تحقیق نیاز داره تا انجام بشه رو ارائه میکنین خب این فرمی که اینجا میبینید یک فرم ساده هستش واسه هر دانشگاهی ارگانی ممکنه متفاوت باشه شکل و شماش که بستگی به اون ارگان داره خب حالا نحوه ساختن فرم ها رو من براتون اینجا به همراه این فرم پروپوزال توضیح میدم که اگر خواستین فرمی رو ایجاد کنین سر کار هستین به طور مثال فرم استخدامی میخواین تهیه کنین فرم مختلفی وجود داره که میتونین از مایکروسافت ورد استفاده کنین و یا حتی پرسشنامه پرسشنامه چهار گزینه سوالاتی رو بپرسین و نیاز به جوابهایی رو داشته باشین که میتونین از این ویژگی ورد استفاده کنین خب هدر و فوتر رو مثل همیشه ما درست کردیم و چیز خاصی نش من فقط عکس و لوگو رو یادم رفتش و یه لحظه با هم دیگه میذاریم عکس و لوگو رو, رو یک سانتی فکر میکنم کافی بودش خب این لوگو بعد خب توی فرم پروپوزال ما عنوان تحقیق رو به فارسی و انگلیسی باید ارائه کنیم این که از استایل هدینگ یک استفاده شده اما این چیه؟ این یک پلیس هولدره که اینجا به من داره میگه که آقا عنوان خودت خودتو اینجا بنویس و من وقتی که شروع به نوشتن کنم مثلا شبیه سازیه چه میدونم مدل ریاضی فلان خب و غیره جای اون میره و من هر چقدر که خواستم میتونم بنویسم اینتر بزنم و فایل ورد من همینطور بر اساس اون بزرگتر میشه به جای اینکه من بیام اینتر بزنم و سه چهار تا خط اجازه بدم که طرف یه پلیس هولدر میذارم واسه اون که میتونه ازش استفاده کنه و اگر پاکش کنم نا کنین میپره اونجا خب پس پلیس هولدر از کجا میاد و چطور میتونم اونا رو بزنم خیلی واسه فرما کمک کننده هستش اینجا در حالت عادی ما پلیس هولدر ها رو یه بار دیده بودیم یه جور پلیس هولدر بودش که من تو این قسمت میتونستم داکیومنتری فیلد پروپرتی بذارم به طور مثال تایتل رو که خودش پیش فرض می اومد اون چیزی که به عنوان تایتل در نظر گرفته شده رو اینجا واسه من قرار میداد ما دیده بودیم وقتی که میتونستیم تایتل بذاریم این هم یه پلیس هولدر هستش که یک جمله به خصوص توش قرار میگیره تو این قسمت من فیلد میتونم انتخاب بکنم و وا اقسام پلیس هولدرهایی که پیش فرض ورد هستش و حتی با فرمول پیدا کنم اما خب خیلی وقتا من میخوام چیز خاصی توش نوشته نباشه و یه پلیس هولدر خالی بذارم واسه جایی که بتونه مثال اینجا طرف فقط بتونه یک مکانی رو داشته باشه واسه اینکه اون جواب من رو بهش بده برای این کار باید یه تبی رو به نام تب تو قسمت فایل آپشنز اول بیارم توی کاسومایز ریبون خیلی دیگه با این تب آشنا هستن توی آفیس دیولوپر رو تیکش میزنیم و این تب دیولوپر رو به ما نشون میده خب اینجا یه سری امکانات بسه من قرار داده حالا ما با ماکروها زیاد کاری نداریم ماکروها و فضایی هستن که ماکروسافت در اختیار ما قرار داده تا بتونیم کودی ها و برنامه هایی رو بنویسیم مثل این فضایی فضای جداگونه است که یه سری کارهامون رو با استفاده از برنامه مخصوصا کارهای تکراری رو کم بکنیم و خیلی ساده تر بکنیم که توی حالا وبسایت ما اگر تشریف ببرید دیاکو دات کام در حال حاضر واسه VBA که Visual Basic for Application هستش توی مایکروسافت ویزیو توضیحات کامل داده شده و خب کورس اکسل اون هم در حال تهیه هستش و توی وبسایت قرار داده میشه شود اما توی ورد چون زیاد کاربرد نداره و امکانات ورد کفایت میکنه فکر نمیکنم VBA رو توضیح بدم اما قسمت کنترلز یه سری ابزارهایی رو به من ارائه میده که از اونها استفاده شده واسه این پلیس هولدر حالا این پلیس هولدر من پاک میکنم که دور از اول قرار بدم این گزینه ای که اینجا هش هستش ریچ تکس کانتنت کنترل هست که اگر این رو بزنم یه پلیس هولدر رو میذاره که کلیک اور تپیر تو اینتر تکست نوشته که اگر من از این خارج بشم میگه اینجا رو کلیک کن یا تب کن که تا بتونین تکس خودتو بنویسید این دوتا شبیه هم هستن یه تفاوت کوچیک دارن توی اینجا هم من جمله میتونم بنویسم اما تو اینجا من جملات با استایل ها و فرمت های مختلف رو میتونم بذارم و حتی میتونم عکس قرار بدم ولی اینجا فقط میتونم جملات و کلمات خالی رو به کار ببرم خب حالا چطور این رو عوض کنم ما باید بریم اول تو مود و حالت دیزاین وقتی که بریم تو مود و حالت دیزاین شکل این پلیس هولدر رو به این شیوه میشه اینجا من میتونم این جمله رو عوض کنم خب و نویستم عنوان تحقیق خود را به فارسی در این قسمت بنویسیم و یه توضیحی باسه شخصی که میخواد اینجا رو پر بکنه بدم که به صورت مشکی هست اصولاً پلیس هولدر رو توسی میزنه که بدون آقا این کم رنگ تره و پیش فرض اینجا قرار داده شده و شما بهتره که این رو برای خودتون تکمیل کنید کنم رو خب پس این از این قسمت یه قسمت پروپرتیز داره هر پلیس هولدر که تایتل رو تعریف کنه به طور مثال عنوان پروژه واسهش تک میزنه اگه خالی بذاریم دو یکی میذاره و امکانات دیگه ای مثلا کالرش چه رنگی باشه رنگش چه رنگی باشه باندینگ باکس باشه استارت ان یعنی تک باشه یا هیچ کدوم که باندینگ باکس مول قرار دادیم میگه ریموو کانتنت کنترل ون کانتنتس ار ادیتد اون کانتنت کنترل رو پاک کن وقتی که ادیت شدهش و غیره حالا به همین صورت ما میذاریم وقتی که این رو اوکی میکنیم میبینید توی به این قسمت و این قسمت عنوان پروژه‌ای که من تو پروپرتیز تا تایپ کرده بودم و قرار میده واسه توضیحات بهتر شخص اگر از حالت دیزاین مود خارج بشیم میبینیم که این بالاش وقتی کلیک میکنم عنوان پروژه رو مینویسه و خب یه توضیحات کاملتری هست واسه کسی که میخواد این پلیس هولدر رو تکمیل کنه واضح باشه خب این از پلیس هولدر ما اینجا امکانات دیگه هم داریم که من سعی میکنم تو اینجا مواردی که هستش رو باستون ارائه بدم و حالا چیزایی که نیستش هم چیزای خاصی نیست اگر بیشتر خواستین میتونیم بیاین اینجا و از اینها هم استفاده کنین هر کدوم امتحان کنین ببینین چی هستش به طور مثلا واسه تاریخ که تاریخ متاسفانه خورشیدی رو نداره و تاریخ میلادی هست فقط و اگر من اینو اینزرت کنم میگه کلیک اور تب تو اینتر دیت من اینجا میتونم تو رو انتخاب بکنم و دیت رو قرار بدم که به صورت میلادی قرار میده. و بریم این پایین تر اینجا چیز خاصی نیست اینجا واسه اینکه دو سطریش کنم از جدول استفاده کردم جدولی هستش که دو ستون و تعدادی سطر داره و تو هر کدوم نوشتم نام و نام خانوادگی اینجا پلیس هولدر رو قرار دادم همونطور که میبینید خب اگر برین تو دیزاین مود اینجا میبینین که نام و نام خانوادگی دانشجو رو نوشتم توجه کنین توالت دیزاین مود یه اینتر زده اومده پایین بخواد این جا میگیره اینا ولی خب این چیزی نیستش که واقعا شخص نهایی میبینه شخص نهایی اینو میبینه پس توجه به این داشته باشین باسه اینکه زیبایی فایلتون رو میخواین درست کنین من اینا رو پلیس هولدر ها رو اینجا دیگه اومدم نقطه چین قرار دادم و به صورت حالت معمول که نقطه چین قرار میدن خیلی جا دیگه توضیح خاصی نداشتم و فقط نقطه چین قرار دادم و از حالت دیزاین مود در بردم که میبینه نام و نام خیلی جایی هست که اینجا میتونین اسم خودتون رو بنویسین خیلی وقتا دوستانی که فرم تهیه میکنن از این پلیس هولدرها که استفاده میکنن نقطه چین رو میذارن من میام مجبور میشم کل این نقطه شینا رو سلیک کنم و ب... دلیت کنم و اسم خودم تایپ کنم اینجا دیگه نیازی نیست من میتونم به راحتی اسم خودم رو تایپ کنم خب و اون نقطه شینا دیگه خودشون میره بعد خب تو فرمای پروپوزال اول میان اطلاعات دانشجو رو میگیرم بعد اطلاعات استاد راهنما اگر دوتا تا دوتا دو تا استاد راهنما اصولا یه استاد راهنما داریم یعنی خب بعضی هستن که دو تا استاد راهنما انتخاب میکنن امضای اون استاد راهنما من اینجا یک ایمیج قرار دادم پلیس هولدرمو از این استفاده کردم امضا رو نوشتم یه اینتر زدم و ایمیج کردم که اگه کلیک کنیم روش این باکس فولدر پیکر ایمیج ها میادش و ما میتونیم عکس به طور مثال امضا بگیریم و اینجا بذاریم ولی خب اگر هم بخوایم پرینت بگیریم و بر استاد بدیم که امضا بگیره جا هست که به راحتی امضا کنه فرقی ندارم. نداره توی این قسمت از گزینه ها استفاده کردم شخص میتونه گزینه رو انتخاب بکنه هر کدوم از این ها رو واسه سوالات چهار گزینه ای که میخواین استفاده کنین میتونه از اینا استفاده کنین چطور اینا رو قرار دادیم اینا ها تو همین قسمت کنترلز یه دونه گزینه تیک داره که من چک باکس هستش که میتونم بذارم پروپرتیزش رو انتخاب بکنم تایتل واسش بذارم و نگاه کنین اینجا چک سیمبل رو زبدل قرار داده میتونم عوضش کنم چینج کنم و مثلا مثال تیک رو انتخاب بکنم که تیک بزنه و مثلا اگه آن چک باشه حتی دایره بزنه یا هر چیزی که دوست دارم خب پس خیلی چیز راحت و کاروردیه رو پاکش میکنم پاکش میکنم. حتی بین جملات میتونیم بزنیم اگر خواستین یک سوال چهار بود به طور مثلا این سوال باشه میتونین از جدول استفاده کنین واسه اینکه که جدول رو دیدونه چهار تا جدول اینجا میذاریم تو هر کدوم یکی یه دونه از این تیکار رو قرار میدیم حتی میتونیم کپی پیستشون کنیم خب. و اینجا مثلا ابتداش البته بنویسین سال یا بعدش هر جور که راحتین جواب یک جواب دوم و غیره وسط چینش کنین یا اینکه همینطوری خوب فاصله شون هر جور که راحتیم بعد جدول هاید کنین که بردرش رو بردارین که دیده نشه و یه سوال چهار گزینه زیبا تهیه کنیم خب اینم از پلیسول داره اه. چک بعد اینجا باید به جای استاد راهنما استاد مشاور قرار بدم من واسه استاد راهنمای دوم گذاشتم اما به عنوان واسه استاد مشاور نذاشته بودم خب استاد مشاور رو هم باید انتخاب بکنین بعد میای اطلاعات مربوط به پایان نامه تو اینجا من بیشتر در مورد حالا خود پروپوزال چیز اطلاعاتی که ازتون میخوان صحبت کنم یه مقدار که با این فرم آشنا بشین چون همه این اطلاعات رو حدودا ازتون میخوام بعد از اینکه عنوان خودتون رو فارسی و انگلیسی گفتین در مورد مسئله که میخواین یا مطرح کردین و میخواین اونو حل کنین یا کار علمی که میخواین انجام بدین صحبت میکنین بیان مسئله اساسی اصاس، تحقیق که اینجا من توضیح دادم که دنبال چی هستین که حل کنیم مسئلهتون چیه اونو تعریف کنی. چرا اهمیت داره چه خلاهایی توی این فضای دانش وجود داره که میخوایم برطرف کنیم و اونها موجب شده که اهمیت پیدا کنه که این مسئله رو تعریف کنین تا اون رو حل کنین چه کمکی به بشریت انسان دانش و غیره میکنه اینجور موارد رو ارائه میدین شاید اینها بیشتر از دو خط باشه هر چقدر که باشه ما میتونیم اینجا تایپ کنیم نه کنیم حتی از اینزرت ایمیج میتونیم بذاریم خب عکس بذاریم و غیره درسته اینجا هر شاید خواست میتونه ادامه پیدا کنه و فرم ما یه فرم خوبی هستش باسه این کار به جایی که من چهار تا دونه مثلا اینتر بزنم هم توضیح قرار دادم همین که فضای مناسب رو بسش انتخاب کردم و میتونه هر چقدر که بخواد ادامه پیدا کنه اون ادبیات که باش آشنا هستیم ما باید توی فرم پروزال نزدیک یک الا دو صفحه حداقل در مورد کارهایی که قبلا انجام شده در خصوص این مسئله چالش هایی که وجود داشته دانشمندان و محققین قبلی بهشون رجوع دادن سعی در حلش کردن خله هایی که تو اون دیدین رو بیان کنین توی حالا داخل و خارج کشور و نوآوری نوآوری چیزی هستش که باید پایان نامه ما داشته باشه حتما ما از چش روش های جدیدی استفاده اصلا چه کار جدیدی داریم انجام میدیم درسته یه رو داریم برطرف میکنیم یا مشکل رو دیدیم اما از چه طریق چه کار نوآورانه اگر یه کار جدید انجام ندادیم اون خلل که خب قبلا هم به راحتی برطرف میشد چه عبزا... چه کار جدیدی رو داریم انجام میدیم که به دانش داره کمک میکنه و در نهایت در نهایت که باید اهدافمون از این پژوهش رو کنیم. به چی میخوایم برسیم هدف کلیمون چیه آرمانیمون چیه که حالا بعضی ها این اهداف رو دارن یا نه اهداف کاربردیمون چیه مثلا ما میخوایم بریم اینو توی یک صنعتی ای اجرا کنیم و اون صنعت بهبود پیدا کنه حالا بهبوده مثلا خط تولیده مثلا شرکت فلان و حالا بعد اینجا باید نام بهرهوران اون سازمان و اشخاصی که دارن سود میگیرن از این پایان نامه رو اسم بیاریم و بگیم ما مجوزهای لازم رو بسه این کار داریم تو اونجا و بعدش دیگه میایم از اون نوشتامون استفاده کنیم میگیم آقا اونها نیاز دارن بدونن که چه سوالهایی مطرح شده تو پایان نامه ما در واقع وقتی که ما مسئله رو مطرح میکنیم از طریق یک سری سوال این مسئله مطرح میشه آیا دانش تاثیرگذار هست بر پیشرفت صنعت این یک سواله که به طور مثال من میخوام این رو بهش برسم آیا اه این اه به طور مثال آیا تغییر خط تولید فلان موجب بهبود کیفیت می شود یا خیر اینا سوال هستش که میتونیم بر اساس اون مسئله مطرح شدهمون اینجا ارائه بدیم بودن. چهار پنج را سوال میپرسیم که سوال های اصلی هستش که این پژوهش داره سعی میکنه اونها رو جواب بده و باسه این که من بتونم اون سوال ها رو جواب بدم تو فضای دانشی به خصوص و یه سری یعنی فرض ها رو در نظر بگیرم به طور مثال میخوام تغییرات توی تغییرات مثلا خط تولید فلان رو در نظر بگیرم باید بیام فرض کنم که خط تولید در حال حاضر پایدار هستش و مثلا پایدار بودن خط تولید میشه یک فرضیه من فرض هایی که باید در نظر گرفته بشه تا بتونم به این پرسش ها پاسخ بدم رو در نظر بگیرم و واژگان کلیدی و اصطلاحات خاصی که من اینجا به کار میبرم یه سری اصلا یه شخص عمومی تر که توی مثلا رشته و فیلد من نیستش میخواد این رو بخونه نیاز داره چه چیزهای اساسی رو بدونه به طور مثال بالانس کردن خط تولید یکی از واجه های مثلا تخصصی ما هستش که باید اون شخص در موردش مثلا اطلاع داشته یه اصطلاح هستش که بالانس کردن خط تولید میگیم تو مثلا رشته ما بالانس کردن خط تولید به این معنی نیستش که بریم مثلا از لحاظ فیزیکی اون رو تنظیم کنیم به از دیدگاه ما این هستش که گلوگاه ها یا جاهایی که در واقع باعث میشه که تولید کم بشه و ما نرخ تولیدمون بیاد پایین بهش میگیم آن بالانس هستش و سعی میکنیم اونها رو با شریان یا جریان اصلی تولید همسان کنیم به این میگن یه جور بالانس کردن خط تولید به ترانساتور ما خب و بعد از این که من یک اطلاعات کلی در مورد پژوهش خودم یا تحقیقی که میخوام انجام بدم و دادم حالا روش انجام تحقیق رو بگم به چه طریق میخوام این کار رو انجام بدم به طور مثال من میخوام آزمایشاتی رو انجام بدم توی مثلا شیمی من نیاز به آزمایش های رو دارم و از طریق اکسپریمنت میخوام این کار رو انجام بدم میخوام از طریق به طور مثال مطالعه موردی دارم این کار انجام میدم میخوام مطالعه کتابخانه یا میدانی داشته باشم از طریق پرسشنامه و غیره که حالا اینجا با سوزیات کامل ترشو دادم یه توضیح در مورد اینکه چطور میخوام این تحقیق انجام بدم متغیرهای اصلی که باید در نظر بگیرم و اندازه گیری کنم چی هستش به صورت مثال <تصفح> تو همون خط تولیدی که مثال زدیم من باید نرخ تولید تعداد محصول تولید شده در دقیقه رو در نظر بگیرم و اندازه گیری کنم و آزمایش کنم یا اینکه من میخوام آزمایش کنم ببینم آیا من با این حرارت بهتر دارم یک نتیجه رو میگیرم یا با یه حرارت دیگه به طور مثال تولید رب من دارم رب تولید میکنم و حرارت یکی از عواملی هستش که تأثیر گذار هست و مقدار زمانی که روی اون حرارت میمونه محصول من و باید ببینم محصول نتیجه نهایی از لحاظ مزه به طور مثال خوشمزگی یا سوختگی خب این دوتا متفاوتن مزه رو اندازه بگیرم یا اینکه مثلا حجمی که به من برمیگردونه بیشتر شده بیشتر بخار شده و حجم اون رو کمتر شده و نیاز دارم اینجا حجم رو اندازه بگیرم وزن رو اندازه بگیرم متغیرهای اصلی که باید اندازه بگیرم. حالا من اینجا مثال هایی زدم که شاید خیلی جز باشه شما کلی تر در نظر گرفته باشین مربوط به اون مسئله خودتون هستش برهان و روش من. روشی که من کار رو انجام میدم از طریق پرسش نامه خیلی جواب مخصوص فیلدهای مدیریتی پرسش نامه‌ای تهیه میکنم میخوان اثر سنجی میخوان اثر مثلا چه میدونم دانش یا مثلا دانشگاه یا آموزش دانشگاهی بر میزان خلاقیت افراد رو در اندازه گیر کنن یه سری پرسشنامه تهیه میکنن و پخش میکنن بین افراد و جوابهایی رو میگیرن و از طریق او تحلیل اون پرسشنامه به یه سری نتایج میرسن روش مثل میدانی و کتابخانی از طریق مرور ادبیات و کتاب و مقالات و کتابهایی که تو این زمینه انجام داره مصاحبه باسه مخصوصا روانشناس ها خیلی متداول هست و غیره و در واقع روش گردآوری داده های من هست اگه مثلا من تو خط تولید میخوام بهبودی رو ارائه بدم اکسپریمنتی رو انجام میدم با تغییراتون یا مدل ریاضی رو تهیه میکنم و شبیه سازی میکنم میگم اگر این تغییرات رو بدیم با توجه به عواملی که در نظر گرفتیم اینقدر بهبودی ایجاد میشه و از طریق شبیه سازی این کار رو انجام دادم و اگر جامعه آماری وجود داره خب من وقتی که مصاحبه میکنم یا پرسش نامه مطرح میکنم و پخش میکنم نمیتونم تمام جامعه رو در نظر بگیرم و باید نمونه ای از اون جامعه رو بگیرم یعنی یک تعداد کمتری از افراد اون جمعیت رو میتونم باشم مصاحبه کنم به طور مثال تو یک دانشگاه میخوام بررسی کنم دانشگاه 3000 تا دانشجو داره و من میتونم ماکسیمم به طور مثال با 300 نفر مصاحبه کنم و این نمونه حجم نمونه من 300 نفر هستش و چطور این 300 نفر رو به صورت تصادفی باید تعریف بشه چطور اومدم نمونه گیری کردم چطور اونا رو انتخاب کردم که تمایزی بینه مثلا پسر و دختر قائل نشده باشم بین سن قائل نشده باشم بین رشته قائل نشده باشم و از همه آنها به صورت یک نواخت نمونهمو دریافت کرده باشم و از چه روش هایی و ابزار هایی واسه تجزیه تحلیل اون داده ها استفاده کردم به طور مثال من پرسش نامه دادم پخش کردم و از یه سری نمونه گرفتم و بعد حالا میخوام اون رو تحلیل کنم از آزمون فرض به طور مثال استفاده میکنم از آزمون فرض تی سیدند. یا از رگرسیون استفاده میکنم حالا اینا چیزهای آماری بود که من میدونستم روش هایی که من سعی میکنم داده های جمع آوری شده خودم تجزیه تحلیل کنم ابزارهایی که دارم استفاده میکنم رو اینجا بیان میکنم خواستم یه مقدار توضیح بدم در مورد این خصوص کسایی که یک بار پروپوزال رو بدن قشنگ با این جور مفاهیم را آشنا میشن اما قبل از اون خب نیاز هستش که یک توضیح کوتاهی رو در اون زمینه بشنون و کمک کنن بعد از اون دیگه چیز خاصی نداره در مورد حالا اگر آزمایشگاه لازم داره امکاناتی رو لازم هست که دانشگاه واسه شما تعبیه کنه بعد اون امکانات رو بگیم بگیم آقا ما این تجهیزات رو میخوایم این وسایل رو میخوایم اینقدر هزینه داره تا دانشگاه بتونه اونا رو بررسی کنه و برای شما تبیه کنه به خصوص در رشته های شیمی که از آزمایشگاه زیاد استفاده میکنن نیاز دارن و بعد از اون استاد راهنما و حالا گروه که این امضا رو میکنه میگه آقا من تایید میکنم که این شخص نیاز به حمایت مالی و این امکانات و تجهیزات رو داره و باید واسش تبیه بشه و شما یه زمان بندی رو ارائه میدی من واسه اینکه این تحقیق رو انجام بدم اول باید این کار رو بکنم به طور مثال باید برم تعریف مسئلهمو به صورت کامل تر انجام بدم مرور ادبیات کنم جمع اطلاعات کنم تهیه پرسشنامه کنم پخش و جمع داده ها کنم تجزیه تحلیل داده کنم هر کدوم از اینا اینقدر زمان میگیره مدل سازی کنم و غیره و در مجموع اینقدر زمان لازم دارم که این کار رو انجام بدم خب اینجا من یه صفر قرار دادم که یادم باشه چیکار میخوام کنم به طور مثال من نوشتم اینجا فعالیت مرور ادبیات مثلا دو ماه زمان میبره خب به ماه گفتم مثلا تهیه و پخش جمع تهیه پرسش نامه جمع وریه. اطلاعات مثلا اینجا چهار ماه زمان میبره و این کار رو انجام میده و غیره به طور مثال هر کدوم از فعالیت های من هر کدوم چند... یک چند ماه زمان میبره و من میخوام اینها رو جمع ببندم میام توی قسمت لایوت توی قسمت فرمولا خب وقتی که این قسمت فرمولا رو بزنی خودش به صورت پیش فرض میگه سام اباو یعنی جمع بالا خب تو قسمت پایینش من میتونم فرمت این نامبری که به دست میاد مثلا با یه رقم اشار دو رقم اشار و غیره تعریف کنم حالا چیز خاصی نیستش یا یعنی اینکه از فرمول های دیگه استفاده کنن ABS یعنی قدر مطلقش اند یعنی و میانگینش کانت شمارش کنه فقط و غیره حتی ایف و اینجور چیزا هم میتونن استفاده کنن میبینید که فرمول های کمی هم نداره و خب کار ما رو خیلی راحت میکنه وقتی که اینو اوکی کنم جمع بالا رو به من میده این خیلی جاها توی ورد کمک کنه خیلی وقتا ما به جای اینکه اینو کپی پیست تو اکسل کنیم و سیو کنیم و از ماشین حساب استفاده کنیم این به راحتی داره جمعش رو به ما میده و اگر ولی تغییری دادین این تغییر صورت خودکار روی این اعمال نمیشه و من باید دوباره بیام این رو بزنم و اوکی کنم و اشتباه ببخشید اینجا باید بیام بزنم و اوکی کنم تا اینکه آپدیت کنه اینو یا اینکه به طور مثال من اینجا یه چهار دیگه اضافه رو کنم کلیک راست کنم روش آپدیت فیلد رو بذارم که جمع ببنده واسه من این هم نکته ای بودش که تو ورد دوست داشتم بدونین خب دیگه وقتی که این موارد رو تکمیل کردیم میره صورت جلسه و مراحل اداری این قضیه و خب باید امضا رو بگیریم فقط یه نکته ای رو من بهتون بگم که وقت نشد متاسفانه یا حواسم نبود بهتون بگم خب وقتی که یک فایل ورد رو می بذارین من توی یه فایل ورد قبلی ها بگم بهتره تا اینکه بخوام بیام این تایپ کنم به مثال همین این مورد خوبه خب این مورد رو قبلا تو جلسات قبل داشتیم من یه مقاله رو به مثال نوشتم و میخوام این دو ستونه باشه خب خیلی جاها میبینیم که دو ستونه هستش دیگه من اون قسمتی که میخوام سلیکت میکنم اگر خواستین یه جو دو ستونه باشه یه ستونه باشه بعد یه بریک بزنین خب توی قسمت لایوت بریک کنیم حالا توی اینجا من میام توی لایوت من کالمز دارم میتونم دو ستونش کنم فقط باید یادمون باشه دو ستونه این انگلیسی هستش فارسی نیستش من اگه مور کالمز رو بزنم تعداد کالمز رو اینجا تعریف کردم دو تا باشه سه ستونه لفت رایت اندازه رو میگم من میخوام رایت تو لفت باشه یعنی از راست شروع شده, شده باشه اندازش برابر باشه اینجا میتونم اندازش رو متفاوت کنم ارز ستون من رو تعیین میکنه و فاصله بین دو تا ستون من اگه کمتر کنم این وید یا ارزش بیشتر میشه من یک سانتی فاصله قرار دادم و 8 مایز 29 سانتی ارز ستونهای من هستش خب اپلای تو سلیکتد تکست فقط به سلیکتد تکست باشه هول داکیومنت باشه یا سیکشن باشه اگه سیکشن بندی کرده باشم اینو که من اوکی میکنم میبینین که از اینجا به درستی و قشنگ دو ستونهش کرده خیلی جاها ما دو ستون لازم داریم خب اما اینجا دیگه دو ستونه نیست با اینکه بریکی نردم اما اگه اونجا اپلای تو هول داکیومنت رو بزنم کل داکیومنت اینطوری میشه دو ستونه میشه که بعد ایمیج اینا بر اساس اون کوچیک کنم چون یعنی بزرگ یا مثلا هم بزرگه واسه دو ستونه حواسمون باشه خب یا اینکه سیکشن بندی کنم و بر اساس سیکشن برم خب این هم چیز موردی بود که میخواستم بهتون حتما بگم ما در واقع نوشتارمون با فایل ورد تموم شده دو تا مپ هست دیگه هستش که باید بهتون توی ورد بگم یکی قسمت میلینگ یکی هم قسمت ریویو هست که تو دو جلسه جداگونه بهتون میگم و سیو کردن فایل ها با اه... Microsoft ورد چه امکانات سیو به اون که من اینو از طریق همین داکیومنت هایی که تا الان با آماده کردم بهتون میگم خب توی این قسمت حالا از فرما استفاده میکنیم و غیره خب امیدوارم مفید واقع شده باشه با این جلسه و بتونین استفاده کنین ازش و پرسشنان فرم های خوبی رو تهیه کنید خدا نگهدارتون باشه